مردم شب گذشته دوباره علیه فقر، گرانی، تبعیض و بیکاری به خیابان‌ها آمدند. در بسیاری از شهرهای ایران شاهد حضور گسترده مردم بودیم. اغلب شعارها از نارضایتی شدید از حکومت جمهوری اسلامی حکایت داشت. بابک راد گزارش می‌دهد. روز جمعه تظاهرات شهرهای ایران دیرتر از روزهای دیگر اما کمی گسترده‌تر آغاز شد. همچون روزهای اخیر باز هم مردم کرج و گوهردشت در سطر اعتراضات خیابانی حضور داشتند. گوهردشتی ها در شعارهایشان دیگران را به حضور در تظاهرات اعتراضیشان ترغیب میکردند. مردم گوهردشت که اغلبشان را جوانان و به ویژه زنان تشکیل می‌دادند، با شعار پول ما چی شده، خرج بسیجی شده، اعتراضشان را به وضعیت اقتصادی و سیاسی همزمان نشان دادند. مردم کرج هم شعاری را سر دادند که در روزهای اخیر در آن منطقه بارها از سوی زنان و مردان سر داده شده بود. قرچک ورامین هم از جمله شهرهایی بود که شب نارامی را پشت سر گذاشت و شعارهای علیه بسیجیان در آنجا شنیده شد. در زیبا شهر قزوین که به دلیل مجاورت با شهر بزرگ صنعتی البرز شهری کارگرنشین است، مردم همان شعار معکوسی را تکرار کردند که در خیزش دی ماه شنیده شده بود: مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر. حضور مردم کرمانشاه در خیابان همراه با شعارهای علیه وضع موجود از ساعت پایانی روز تا پاسی از شب پررنگ بود. اینها بخشی از شهرهایی بود که در سراسر ایران در اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی به خیابانها آمده بودند. اگرچه اعتراضات اخیر بر مبنای وضع فجیع اقتصادی شکل گرفته، اما فقط به این حوزه ختم نمی شود. شنیدن شعار مرگ بر دیکتاتور از دهان تماشاگران بازی دیروز پرسپولیس تهران با فولاد خوزستان از جمله شعارهای سیاسی است که این روزها بیشتر از قبل شنیده می شود. بابک راد، صدای آمریکا.